افغانستان کشوری است که 40 سال جنگ را به تجربه گرفته است و خاص مردمانش هم صلح است. صلحی که از سوی حکومت افغانستان برای رسیدن به آن اقدامات انجام شده است و پیش شرط های هم به گروه طالبان از جمله حفظ نظام جمهوریت، حفظ دستاوردهای 18 ساله، پذیرفتن حقوق زنان و مهمتر از همه برپایی آتش بس است. اخیراً رئیس جمهور آمریکا دستور آغاز گفتگوها با طالبان را اعلام کرده است، اما سوال اینجاست که حکومت افغانستان در دور تازه از گفتگوهای سال در کجا قرار دارد و آیا طالبان حاضر است به گونه رسمی با حکومت افغانستان گفتگو کند یا خیر؟ درود، به گفتگوی ویژه امشب از شبکه جهانی زن خوش آمدید. میزبان شما فرشته اسلام زاده و مهمان ما آقای ادریس استانگزی، رئیس روند جوان هستند. خیلی خوش آمدید آقای استانگزی. با آغاز دور جدید مذاکرات که آقای ترامپ اعلام کردن، شما چقدر خوشبین هستین؟ من لویس اشتن طلاب نامه تاست و طول لیدون که در ناوی د سولې د مذاکراتو په حقله موږ باید خوشبینه اوسو، ځکه له دې نه بغیر موږ چاره نه لرو. ولس څلوېښت کاله کېږي چې په جګړه کې ځپل شوي دي، ورځ تر بلې خوږېږي، زموږ کورونه بمبار سو، مکتبونه او پلچکونه مو ونړول سو. نو د سولې د مذاکراتو لپاره هر ګام چې پورته کېږي موږ باید استقبال ځینې وکړو. ولې مهم هسته که هر پروسه که آغاز میشه تا که به رهبری حکومت افغانستان و به رهبری مردم افغانستان نباشه او پروسه ناکام است. مثلا شما دیدین که خلیلزاد صاحب یک سال دوید و دو پایه در یک موزه کده بودن، این طرف بوده و طرف بوده، ولی آخر ناکام شد. و ناکامیش دمی بود که مردم افغانستان، حکومت افغانستان، سیاسون افغانستان، جامعه مدنی، جوانای افغانستان اصلا آگاهی نداشتند که ما در کدام معامل هستیم و با پاکستان چه امتیازات داده میشه و توانای ما کجاست، فایده ما کجاست. به این خاطر اگر آقای ترامپ از آغاز باز، از آغاز برنامه صلح و گفتگوهای صلح با طالبان گپ میزنه یا کسی دوستای بین المللی دیگه ما، باید استقبال شوه. ولی یک چیز خیلی مهم است، تا که ما در رهبری نباشیم هر پروسه نتیجه نمیده. سوالم همینجاست که آیا خوشبین هستین که ای بار حکومت افغانستان در رأس در گفتگوهای صلح یا در مذاکرات که با طالبان صورت میگیره قرار داده میشه؟ بله هو، ځکه که داسی نه وای نو بیا به خلیلزاد د سولې مذاکرات چې روان کړي و چې په هغه کې د افغانستان حکومت دخیل نه و، بیا به کامیابه وای. نو د همدې لپاره زموږ حکومت یو ډېر ښه کار وکړي، هغوی قوي موقف د خلیلزاد مقابل کې ونیول. د امریکې څخه چې ښاغلي محب ستاسو به خبرې په یاد وي چې هلته یې ږغ پورته کړي، تر دا ځای پورې چې ولسمشر ودرېدل او خلیلزاد ته ډېرې وضع په یو مجلس کې ویلي و چې ما او تا ملګري نه یو، ته خلیلزاد نه یې، زه اشرف غني نه یم، زه د افغانستان رئیس جمهور یم، ته د امریکا استازی یې. نو دلته به خبرې د دوه مملکتو د استازو په صفت کوو. زه فکر کوم دا د دوی ښه موقف و او په دې امریکایان هم پوه شوي دي که چیرې د افغانستان ولسونه، د افغانستان سیاسی قشر، د افغانستان ځوانان میرمنې او په کل کې د دوی په رهبری کې د افغانستان حکومت دخیل نه وي، دوی چې هر معامله د امریکایانو که د پاکستان سره کې که د طالبان سره کې هغه نتیجه نه ورکوي. په دې دلیل به خاطرې که در روز آخر طالبان همی وطن می زندگی میکنه و ما و شما زندگی میکنه. وقتی که ما اونا رفع نکنیم، ما ذهن ما به آماده نباشه که اونا را قبول نکنیم مثل حکمت یار صاحب، باز امریکای خونا را به زور آورده نمیتونه در این مملکت. بله، بعضی از لیست هایی به خاطر مذاکره آماده شده که مثلا لیستی که به مذاکره چین آماده شده بود و لیستی که به قطر رفته، این لیست ها بیشتر مردم و مخصوصا سیاسیون انتقاد دارن که لیست ها بر اساس سلیقه انتخاب شدن. شما چی فکر میکنین که لیست ها واقعا لیست هایی است که بر اساس مذاکره و مفاهمه ترتیب شده یا ای که امو سلیقه های شخصی حکومت؟ در بخش لیست ها من هم رضایت ندارم از حکومت. دلیلشی است که به نمایندگی جوان رهبرزاده رو روان میکنن و رهبرزاده نمیتونه نه بچه دوستم صاحب، نه بچه استادتا، نه بچه محقق صاحب که از جوان افغانستان نمایندگی کنن. پدرایشان چی کردن که حال شما بچه هایش به نمایندگی ما روان میکنین؟ در قدم دوم رهبرها رو روان میکنن، رهبرایی که 40 سال عامل جنگ افغانستان بوده و اصل اصلا آگاهی نداره. اینا رو بوین که بکشین، انفجار بتین، پولچک و ایران کنین، خیلی خوب هستن. وقتی که شما در مذاکرات صلح داخل میشین، یک تیم تکنیکی و مسلکی باید باشه که اونا بفهمن که مذاکرات چطور میشه، خطوط اساسی چی است، خطوط سرخ چی است، تا کجا ما صلاحیت داریم، تا کجا نداریم. یک تیم مسلکی یا یک تیم بافهم. از این خاطر انتقاد من این است اول که به نمایندگی جوانای افغانستان باید از جوانای افغانستان، از بطن مردم، از بین مردم یک کس باید بره. به نمایندگی خانمای افغانستان یک از دو کس باید توجه باشه و
سیاسونی که میرن باید فهم سیاسی داشته باشن و منافع ملی افغانستان ترجیح بدن به منافع شخصی خود. گذشته مذاکرات سیاسیون با طالبان چگونه میبینین؟ نفهمیدم چی را میگوین. گذشته یک سیاسیون رفتن با طالبان شیشتن در مسکو در جاهای دیگه مثلا در قطر رفتن. شرم‌آور. والا مسکو خود من خیلی شرم‌آور بود. کرزای صاحب یکی از کسایی است که من خیلی دوستشام دارم و احترامم برش دارم. ولی وجشته بودن همیشان اول خود من لازم نمیدونستم که رئیس جمهور ما که 13 سال اینجا رئیس جمهور بوده بره پیش ملا عباس بشینه. چون از لحاظ پروتکل ملا عباس بسیار یک آدم کوچک است. و در قدم دو مدعا اوجا میگفتن که 18 سال از افغانستان اشغال است و دوستای ما که از اینجا رفته بودن گویا مسکو برشان سرشور میدادن. نه از خود دفاع نیستن، نه از نظام افغانستان، نه از سکتور امنیتی افغانستان، نه از مردم افغانستان. خلاصه ایره بعد بگویم که ما رو بیاب کردن خودم پیش روی چند طالب مزدور پاکستان خود بیاب کردن. اما دیدگاه خود سیاسیونی است که اگر بزرگانه را با طالبان نشینن پس طالبان هم نمیتونه که بیا حداقل قانع شو بیا به حکومت افغانستان بشینه. اول معیار سیاسیون نمیگم یا خو اکثریتش هم اشاره کثیف است شما میشناسین مو قسم خوردگی که بس که قران شرماندشان دو میره شما کلشان میشناسین. ما به شما یک مثال کوچک میتم. امی در جنگ حزب اسلامی و جمعیت اسلامی چقدر مردم غریب کشته شد؟ شما خود جریان هستین در 40 سال نه؟ و روز دیدین به خاطر که دستور پاکستان است و به خاطر منافع شخصی دکتر صاحب عبدالله خانی حکمتیار میره، حکمتیار صاحب خانی دکتر عبدالله میره. خود 40 سال شما ما رو به این خود کشتین که این جمعیتی سی اس بی سی یو اس او اس. ولی 40 سال بعد وقتی که باز گپ شخصی شما با هم یک جای میشین، از این چیز ما باید بیاموزیم، مردم باید بیاموزن، دیگه هوشیار شوین. که این مردم که خود سیاسون میگه که ما گفتیم که سیاسون نمیگیمشان، اینا فقط به دستور بیگانه ها مثلا از این سیاسون یک استاد محقق است. شما در یاد دارین که در ایران به خاطر فاطمیون اینا به پشتیبانی فاطمیون بیانیه دادن خلاف منافع ملی افغانستان. خب یک کس که میره خلاف منافع ملی افغانستان، خلاف نظام امنیتی ما که اونا ما رو نگاه میکنن، حفاظت میکنن از این وطن، میری تو از فاطمیون حمایت اعلان میکنی، باز به کدام اساس من نمایندگی خود به تو بتم که تو بر از من نمایندگی کو؟ خب باز برای خود انتباس مرداری میکنم. من حیث از کسایی که با جوانان بیشتر کار کردین و با روند جوان پیش بله. میبرین، تا حال حکومت با قشر جوان و با کسایی که لازم هست شیشته مثلا با شما و با کسایی که بله. لازم هست که بره به مذاکرات بشینه؟ حکومت میشینه ولی گلیم از حکومتی هسته که نشستا بیشتر تشریفاتی بوده. می آییم جوان ها درک جمع میشیم، نظریات خودم میتیم، چک چک میشه، خنده میشه و بعدن خلاف است. این رقم باید نشه. تنها از ما در مشوره گیری کار نگیریم. وقتی که اوجه شما در میز تصمیم گیری شیشتین، در میز تصمیم گیری ما باید باشیم. چون 65-70% نفوس افغانستان ما و شما تشکیل میتیم جوان ها. یک نماینده ما اوجه نیست وقتی سر سرنوشت افغانستان فیصله میشه که چی میشه. خب حکومت افغانستان بعضی جوان ها را که داخل حکومت هستند مامور هستن یا وزیر هستن و یا رئیس ارگان های محل هستن، اونا رو به مذاکره روان میکنن. اونا جوانای خیلی ورزیده هستن، برشان احترام داریم، ولی اونا نماینده حکومت از داخل روز، اونا مامورین است. ما کسایی را باید به نمایندگی جوانا روان کنیم که مامور نباشن، نه طرف طالب باشن نه طرف حکومت باشن، طرف مردم افغانستان باشه و طرف منافع افغانستان باشه. بله. یک گزارش نشر شده بله. که طالبان ادعا کردن که تایی که توافق نامه ما امضا نکنیم و هم با جانب آمریکا ما هیچ گونه آتش بس اعلام نمی کنیم. پس در اینجا شما دیدتان چی گونه است که طالبان تا زمانی که اگر آتش بس اعلام نکنن به مون کشتار خودشان ادامه میتن؟ خب طالبان بدبختن بیشار مردم کثیف هستن. شما دیدین که پروفیسر آمریکایی استرالیایی 3 سال با خود نگاه کردن سی و سلامت رساندشان، ولی یک جوان دیروز فکر کنم اجمل نام داشت که شان بود به شهادت رساندن، در حالی که قرآن حکم میکنه که شما مسلمان ها بین خود برای یکی دیگر ترحم کنین با هم یک جا شد. خب وقتی که طالب خلاف اصول قرآن، خلاف احکام قرآن عمل میکنه، دیگه از طالب ما و شما چی توقع داریم؟ امریکایی رو نمیکشم، استرالیایی رو نمیکشم، کافر رو نمیکشم، ولی افغان مسلمان رو نمیمانم. با ترامپ مذاکره میکنم، با امریکایی مذاکره میکنم، خب با افغان مذاکره نمیکنم. این گپ طالب نیست، طالب استقلال نداره، این گپ عیسی است. ما میفهمیم که طالب مزدور است، دیگه از مزدور من بیشتر توقع ندارم. مزدور این می است که به او دستور داده شده که باید افغانستان تکت تکه شود، تباه شود. در مدارسی که اینا ترین میشن، در مدارسی که اینا حمایه میشن و تدریس میشن، شما به اونا به طالبایی گفته میشه که از خط فرضی دیورند کی طرف، اگه سرک است، اگه مکتب است، اگه پلچک است، حتی حیوان اگه ببینین او را شما بکشین جهاد است.
به این فکر اونا بله. اون فکر از واقع غلام است، از غلام ما دیگه گله نمیتونیم. اما آقای ترامپ در سفری که به افغانستان داشت گفتن که طالبا مایل هستند تا توافقنامه امضا بکنن. پس تناقض در گفتار طالبا با گفتار آقای ترامپ چگونه میبینید؟ یکی خوب من ترامپ همیشه اگه پای میزنه که بخی از واقعیت با دور از شما میفهمین، ارقام غلط میگم، معلومات غلط، تاریخ غلط، جغرافی غلط، چون اون آدم یک تجار بوده، یک پیسه‌دار و پولدار بوده، یک سیاستمدار نبوده. ولی در این گپش تا جایی که من معلومات دارم طالبا یک خط روان کرده به ترامپ، در خط نشته شده که ما امرای شما میشینیم، مذاکره میکنیم، آتش بس میکنیم، ولی با حکومت افغانستان نمیشینیم. این خط طالبا روان کرده و بعد از اینکه زلمه خلیلزاد با ملا برادر دید، دستور از یا به ملا برادر ای بود که شما برین امرا ایران مذاکره کنین و به ایرانیا بگوین که اگه ما میاییم رژیم ما میاییم و شما کنم خطر نیست، چون امریکای فعلا نمیخواد که به ایران مستقیم گپ بزنه. و خلیلزاد صاحب طرف دیگه سفر خود پیش برد. دیگه مشکل اساسی در اینجا است. پس دمی چند دستیه که در مذاکرات وجود داره، سرنوشت افغانستان بالاخره به کجا میرسه؟ خب مسئولیت ما این است که سرنوشت افغانستان باید به جای نرسه که 40 سال پیش یا 30 سال پیش که قسم خوردن حکومت دکتر سعید نجیب سقوط دادن، گفتن که ما با هم میشینیم، بس ما نیست. دستور پاکستان به تمام جبهاتی که طرفدارش از داخل افغانستان، اگه حکومت یار صاحب است، اگر دکتر سعید لاس فعلا بدبختان، اگر طالب است، امی است که شما امی بس بلند کنین که کسایی که در جنگ درگیر از ما مجاهدین طالبا باید با هم جور بیم و حکومت افغانستان مهم نیست. و اگه این تجربه رو ما تکرار میکنیم به این معنا که خدا نخواسته یک حماقت کلان دیگر ما تکرار میکنیم. مو ما گفتم که در کبر رفتن قسم خوردن و بیرونیم نبود و خانه این مجاهدین هفت عذاب یکی دیگر خوب میشناختن، اندیوال بودن و مو بود قرآن زدشان ایج افتاد دار کابلای بیگنا کابلیا رو کشتن به شهادت رساندن. اینی تجربه تکرار میشه. پاکستان میخواد که این تجربه تکرار شود، چون یک دفعه افغانستان سر پای خود استاد شده بود، از خود اردوی قوی داشت، نظام قوی داشت، از داخل پاشاندش. حالا که باز ما کمک به پای خود استاده شدیم، پاکستان 18 سال زور زد که ما را غلام کرده و ما غلامیش قبول نکنیم، باز میخواهیم که توسط موره های داخلی خود این وطن از هم بپاشانه و این را باید ما و شما اجازه ندیم. این مسئولیت حکومت نیست، این مسئولیت مردم افغانستان، این مسئولیت ماست، چون در این وطن ما خود زندگی میکنیم. حکومت افغانستان من حیث طرف اصلی که نمایندگی از مردم افغانستان میکنه، وظیفه حکومت افغانستان در رابطه چیه؟ ما فکر میکنم که حکومت در بخش مذاکرات صلح وظیفه خود خیلی خوب بالا انجام داد. ما براتون گفتم که از گپای دکتر صاحب محب که در امریکا زد تا اینجا که دکتر صاحب غنی خیلی جدی موقف گرفت، گپ ساده نبود و حکومت معامله میکرد و حکومت میگفت که سیستک که هر رقم امریکایی‌ها میگن مو رقم پیش میریم. خب امروز آرام آرام میبوده که جنجالا نبود، نه جنجال انتخاباتی میبود، نه امنیتی میبود، نه دیگه میبود، نه دیگه، نه دیگه. ولی حکومت همین خوبی خود مسئولیت خود ادا کرد که استادگی کرد و توقع ما از حکومت من حیث افغان‌ها، من حیث شهروندان کشوری بود که او اگر مقابل امریکایی است، اگر مقابل چین است، اگر مقابل روس است، اگر پاکستان است، وقتی که منافع ملی افغانستان خطر ایجاد میشه و ما میفهمیم کیج تاوان مردم افغانستان است، شجاعانه باید استادگی کنه و حکومت افغانستان را کرد. پس شریکایی که شریکای جامعه جهانی هستند یا کمک کنندگان مالی هستند، به گفته شما اینا یک طرف گپ میزنن، طالبان طرف دیگه گپ میزنن و حکومت افغانستان هم که متاثر از کمک های خارجی هست. پس اگر کمک های خارجی را در این عرصه قطع بکنه، کسانی که به گفته شما دو دسته گپ میزنن، سرنوشت حکومت افغانستان با این صلح افغانستان چگونه میشه؟ خب ما باید اینقدر جدی نریم، اینقدر تیز نریم، اینقدر به منطق پیش نریم که تمام خارجی ها خلاف ما شد. مثلا یک خوبی حکومت افغانستان در مذاکرات صلح که ما با امریکایی‌ها هم نظر نبودیم، ولی شما دیدین که اتحادیه اروپا کاملا از حکومت افغانستان حمایت کرد. امریکایی‌ها گفت که انتخابات نشه، اتحادیه اروپا گفت که انتخابات شه. اینا میگن دیپلماسی، اینا میگن سیاست. ولی تو ما نکنیم که امرای اتحادیه اروپا هم خدا بزنیم، امرای امریکاییم خدا بزنیم، امرای پاکستانیم بزنیم، امرای طالبان بزنیم، داخل امرای سیاسونم بزنیم، در روز آخر طبعا بحران میه و حکومت از هم میپاشه. ما فکر کنیم که مدیریت به کار داره و رئیس جمهور غنی توانست که مدیریت خیلی علاقه پیش ببره. یعنی کارکرد حکومت در رابطه با مذاکرات سال خوب پیش بینی میکنه؟ بله بهتر پیش بینی. ما گفتم که مشکلات خود داره، مثلا در بخش موضوع هیئت ما گفتم که حکومت کم اکسلی قوی برخورد میکنه، تشریفاتی برخورد میکنه، ولی در کل وقت بحث منافع کلان میایه حکومت نمایندگی خوب کرده از مردم افغانستان. بله. چند روز قبل ما شاهد سفر از قبل ناخبر شده رئیس جمهور ترامپ بودیم. سفر رئیس جمهور ترامپ به افغانستان و ای که
دفتن بیایه به افغانستان و هم در یک پایگاه نظامی. بله. شما این چگونه بررسی میکنین؟ نمایندگی از چی میکنه؟ بله، ما نظریات دوستان را خواندم. کسی انتقاد کرده بود، کسی خوب گفته بود، کسی بد گفته بود. راستش ما هم خوشم نامد که رئیس جمهور غنی به بگرام بره، ولی وقتی که ما من حیث افغان ها یادی که غرور و کبر داریم، عزت داریم، آیا شما فکر میکنین که غنی هیچ عزت و کبر و غرور نداره؟ من حیث یک رئیس جمهوری او خوشش نمیاد که ترامپ به جای ازی که بگرام بره ترامپ بخواید ریاست جمهوری. غنی از تکبر خود تیر شد، بگرام رفت تا ماش سربازای شما پرداخته شود، تا به این ملت نفقه پیدا شود، تا ای که خدای نخواسته که نظام از هم نپاشه. شما میفهمید که دکتر صاحب عبدالله و گلبدین و طالبان دکمین هستند به دستور پاکستان که اگر هم از بحران استفاده کنند و مملکت تکه تکه کنند. آیا ما از عربستان که یک مملکت قوی هستیم چی ضرورت داشت پادشاه عربستان که نماینده مسلمان هم خودم میگن امرای ترامپ برقصه؟ یک طبق بسیار کلان اطلاع داد به خانمش تحفه بده، $100 میلیون به دختر ترامپ تحفه دادن که شما پرداخت کنین و ایره خیریه و صدقه بتین. آیا ما از اردوغان کده از ترکیه کده یک وطن قوی استیم، یک اردوی قوی داریم، اقتصاد قوی داریم؟ آیا ترامپ اردوغان احمق نگفت؟ ولی چرا اردوغان باز رفت امرای ترامپ دید؟ به خاطر منافع مملکتش. کره شمالی کی میبینین؟ سلاح هسته‌ایم داره، شیمیاییم داره، بعدشان میام ترامپ از او بعدش میام، او از ترامپ بعدش میام. ولی ترامپ رفت کره شمالی پایمان یا نمان؟ چرا؟ منافع مملکتش بود. چین ببینین، چین کلانترین دشمن اقتصادی امریکا است، ولی چرا امروز رابطه داره؟ ضرورت است. عمران خان شما ببینین، شاهزاده عربستان آمد درایوری برش کرد. حال خوش شکر نه رئیس جمهور ما را که از دو زده، نه احمق گفته، نه درایوری کرد. ترامپ آمد بگرام گفت میایی؟ گفت میایم. او بیا چی موج داده غیرت خبره که او نه پد افغانستان که موج همیشه وای چه افغانی غیرت از ما داده خلق و نپشته نداده دا غیرت چی رو چی پنجابیان آلا دکتر نجیب پرارینا چه گری ورزی پدار زره ولی و دکتر طول پا کورو که پتو چی رو تاسو دا غیرت نه غیرت دا غیرت چی رو دو کال مخ که دیر لیرم نزو پا ننگرهار که پا شمال که دایش ده خلق و پا ناموس لاس خواد چول که لاسی وانا چول از موش پینزاری پا بمونو کشه نوال ویلو زول دا اغا وقت موش غیرت چی رو ده خلق اولادون مری دا وقت خلق و غیرت چی رو نور خود دیگه شب شما بانین وقت بحث غیرت افغانی و مسلمانی میه شما یک خانم هستین و این تجربه تلخ بد بخونه شما ما میفهم داریم دمی سرک شما بار شرطن یک دقیقه قدم بزنین از کلان تا جوان تا پیر تا نادان و تا دانا پرزه میره و یک رقم سل میکنه شما رو بخوره. خب این غیرت افغانی است، این مسلمانی است که بنا موسی دگاه سگ شویم و در کنجستاد باشیم پرزه بریم بهش غفغف کنیم؟ هیچ غیرت افغانی است. و این کسایی که امروز از غیرت گپ میزنن که والا غیرت سی اس او است، شما بار شرطن به اینا دو انتخاب بتین که حج برین میرین یا امریکا. شما باور کنید 90% میگن 90% میگن که ما امریکا میریم حج نمیریم. وقتی که بحث منافع مملکت شما میایه، وقتی که بحث از این میایه که مملکت در بحران است، ببینید افغانستان یک حالت عادی نیست. کسی فکر میکنه که افغانستان در حالت عادی است، فکر غلط است. در حالت ما ترامپ تو ایجمه و ما ترامپ میگم که من نمیایم، برو غیرت افغانی است. این رقم که مملکت اداره نمیشه. ما به این باور دارم که رئیس جمهور غنیم خوشش نمیه که بگرام بره، ولی به خاطر منافع ملی خود، به خاطر حفظ این نظام، غنی یمی گلاس زهر نوشید و او جرفت و به نظر من خیلی کار خوب کرد. خیلی ممنون. یک وقت پیک افتاد داریم دوباره برمیگردیم. دوباره خوش آمدین و بحث با مهمان ما آقای سانکزی ادامه دارم. آقای سانکزی، اگر رئیس جمهور به خاطر منافع ملی رفت به بگرام، پس سوال اینجاست که چرا رئیس جمهور ترامپ، ارگ نشانه قدرت مردم افغانستان است، چرا به ارگ افغانستان نیامد؟ ترامپ به شما ضرورت نداره. به ترامپ نه شما خیرات میدین، نه پول سرفرازایش میدین، نه پول بودجه انکشافی میدین، نه معاشات وزارتش هم میتین، از پارلمانش هم میتین. اونا خود کل 4.5 میلیارد دلار فکر کنم سالانه اونا به ما کمک میکنن. میگن که کسی که نان داد فرمان داد و یک حقیقت است بدبختانه. و یک حقیقت دیگه هیم است در دنیای امروزی، در سیاست امروزی، هیچ مملکت به شمول امریکا و روسیه مستقل پیشرفته نمیتونه. وابستگی داره. باز ممالکی که مثل افغانستان که دو 40 سال جنگ باشه خوبیخی نمیتونه. حالا شما ببینین، انتخابات افغانستان برگزار شد،
یک کاندیدی است دکتر صاحب عبدالله، در 2009 گفت قبول نداریم، در 2014 گفت که قطع میشیم حکومت تقلبی رو قبول نداریم، باز 5 سال حکومت کرد. حالا باز اینه میگه پس که 5 سال حکومت تقلبی رو قبول نداریم، باز تقلب شده. این حالا این سیاستون که شما داشته باشین که هم انتخابات هم میبازن، همراهی ندارن، میان که میگه مظاهره میلیونی، باز 5000 نفر بیرون آوردن نمیتونن. دینیت یک حالت چی کنیم؟ مجبور هستیم که ما بریم. پس خارج از مسئله تظاهرات اینا، بعضی از سیاسیون انتقاد دارن که درست است که افغانستان پول میگیره از آمریکا و مسائل مالیش برآورده میسازن، اما بعضی از عرفای دیپلماتیک وجود داره که آمریکا رو زیر پای خود گذاشتن. بله، خب ما دو بگیم که آمریکا یک قلدر است، بدماش است و ترامپ از او بدماشتر کلان است. من گفتم به شما که ترامپ به نظر من، شما پرسان کنین از من که ترامپ به من بسیار یک انسان قلدر و یک انسان بدماش، دور از سیاست، دور از دیپلماسی است. اصلا قابل تصور نیست ترامپ. یه چیز امریکایی هم به این باور است که یک رئیس جمهور عجیب و غریب، یک نمونه است. و در یک حالت توقع دیپلماسی از او آدم دور از حقیقت است که ما بگوییم که شما با ما دیپلماسی کنین. این کدام دیپلماسی است که شما یک رئیس جمهور مملکت دیگر احمق میگین؟ این امیر قم رئیس جمهور فرانسه را توهین کرد، نخست وزیر کانادا را توهین کرد. کی است که توهین نکرد؟ ما پیشتر گفتم یعنی حداقل رئیس جمهور ما را به عزت و احترام یاد میکنه، با وجود از اینکه ما بهش وابستگی داریم. این احترام است، ولی دشنام به ما نداده، ما درایوری برش نکردیم. حالا ما این فکر میکنیم که اگر رئیس جمهور ما اوجا میرفت همراه از او رقص میکرد مثل پادشاه عربستان، یا اگر رئیس جمهور ما خودم خواسته کنم الفاظ غلط استفاده میکرد، باسی مردم چی حالا مینداخت. بسیار محترمانه رفت، گپای خود زد و می ضرورت بود که باید بره. و در ضمن ما فکر میکنیم که بگرام خاک افغانستان است. اگر سفارت امریکا میره بله، چون سفارت جای اونا میباشه، ولی بگرام خاک افغانستان است و مشترکاً آل قطعات افغان و امریکایی او را به پیش میبرن مدیریتش پیش از اوست. و از جمله پایگاه های نظامی امریکا است. بود، بله بود، ولی ماموریت جنگی از اول خلاص است. درست. دقیقاً حکومت افغانستان در ادوار گذاشته و فعلاً در کجای مذاکرات قرار داره؟ فعلاً من فکر کنم که در راس مذاکرات قرار داره، چون رئیس جمهور ترامپ یک چیز گفته که رئیس جمهور غنی یک شرط مانده بود به مذاکرات که اوربان و اوربان در افغانستان در حکومت در طولش شرط و او کلا چی رئیس جمهور ترامپ وایی چی آتش بست یا اوربان نو دا پدی مانا چی دا در افغانستان در خلق و در افغانستان در رئیس جمهور خبری تحمیت برکی. پا دوام قدم که ترامپ وایل چی طالبان سوله کی خو که سوله و نکی وزه پلسی نو دا پدی مانا ده چی در افغانستان در حکومت. اما طالبا که هنوز آتش بست قبول نکرده. خب که قبول و نکی ده دایش بسر نوشت بخت هستی موش به پزاپلو که پیس رحم نکو، ولی در افغانستان ده گرچ و لپاره مهم داده ده خلق و ده گرچ و لپاره که طالب زان افغان بولی ده لپاره داده چی طالب بولی آتش بس نمانی. یعنی این منطق از چی است شما به من بگوین؟ من که هرچی فکر کردم به من منطق نداره که امرای امریکایی آتش بس میکنم و ما میگیم که جهاد میکنم خلاف کفر، ولی مسلمان نمیکشم. امی منطق از این هست یک انسان، من هست یک مسلمان، من هست یک افغان، در کجاست؟ آیا فکر نمیکنین منافعی در میان هست به خاطر تداوم جنگ؟ پدی که چک نسته مشخصا پاکستان و ایران زمور دیر خبیس همسایگان دوی پا افغانستان که جگره دوی در اقتصاد، دوی در پرمختگ، دوی در سیاست اصل بولی چه سونه پا افغانستان که جگراوی حقوم را دوی گچه دی زین غربی هوادونه بم دا فکر لری پدی که مشک نسته، ولی زموج لپار اولیت سوله ده باید سوله وسی او که طالبان هم واقعا غواری چه نور دوی پا خبری چه دلت هشغال ده و کافر دی و داده و حقه دی که چی دوی واقعا غواری چه ده هر سال منزه و لارسی نو خو مهمه داده چه دوی اربان تغاره کشیش دی او ده هر سال ختم سی کنی پا اصل که د خارجیان و د جګړه لامل طالب دلته دی که دوی القاعده تزای ورنه کی که دوی نور ترهګریز دلته تزای ورنه کی د غوی سره همکاری ونه کی امریکایان څه کی چې ما پر کورو باندې چاپی وي خدا زمينه تاسو ورته برابر کړی ده که ته د خلکو په کورو کې پټ نسې په مساجد کې پټ نسې د خلکو له کورو سره سنگر جوړ نه کی هغه کورونه به ولی امریکایان بمبار کړي نو دوی دواړه په دې جګړه کې شکیل دي دواړه ملامت دي داسې نه دي چې یوازې طالب ملامت دي امریکا ملامت نه ده پر دیم باید سترگی پتی نکو باید شمپوشی نشه که ظلمی که امریکا کرد بالای مردم افغانستان در این چک نیست که خیلی ظلم شد تجهیزات طالبا را چگونه میبینین؟ طالبا از کجا تجهیز میشن؟ از کجا حمایه میشن؟ پاکستان ایران
روس عمل کمک میکنه برشان. یک سال پیش فکر کنه ماهانه 2 میلیون دلار تنها به خاطر تیلشان میداده. حالا دیگه من ارقام و حساب دقیق ندارم، ولی یک سال پیش معلومات من می بودک. و فعلا که سلاحای خیلی پیشرفته پیش طالبا هستک و ساخت ایران هستک، ایران برشان کمک میکنه و حمایتگر اولشان در قلم عمل پاکستان است. بله، با وجود که 40 سال جنگ سپری شد و دوره طالبان هم سپری شد، بیشترین قربانی را مردم افغانستان داشتن، جدا از حکومتشان و بیشتر هم خانمای افغانستان. بله. تعریف طالبان از دید شما از زنای افغانستان چی هست؟ که چون زنها بیشتر از این حراس دارند که اونا تعریفشان بله. و جایگاهشان در یک ابهام قرار داره نزد طالبان. در ابهام نه، در خطر قرار داره. فکر طالب تغییر نکرده. فکر طالب نه به زن افغان تغییر کرده، نه به مسلمان افغان، نه به جوان افغان. در کل فکر طالب درباره یک انسان تغییر نکرده. اونا اصلا کرامت انسانی، انسان به انسانیت احترام ندارن. یکی ما باز بگیم که زن از جوان چی خوب گپ دور است. طالب وقتی که قطر هم بعضی از خانمای افغان رفته بودن، پشتوی مایک و پشتوی مطبوعات میگفت که صحیح حقوق زن ها صحیح است، ولی که در اتاق بین خود میشتن میگفت که حقوق زن باز چیست. فکر طالب تغییر نکرده و به زودی تغییر هم نمیکنه. پس با این شرایط آمده و مصالحه و در یک خاک زندگی کردن با مردم افغانستان، آیندش چی میشه؟ بحث ما همیست، بحث اساسی همیست که ما میخواییم که طالب در نظام بیاید. اینه که نظام به طالب بتیم. جنایت طالب کرده، مجرم طالب بوده، اقلیت طالب است. به این خاطر طالب باید ما عفو کنیم، طالب باید مردم افغانستان ببخشه، جنایتش باید ببخشه. حالا گپ سرچپه است. طالب میگه ما میایم عفو عمومی اعلان میکنیم. الو بیادر، تو چی کاره که عفو عمومی اعلان میکنی؟ خود تو ما را کشتی، وطن تیکه تیکه کردی، مردم بیگناه را کشتی، هم میایی مردم بیگناه را میکشی، هم میایی عفو عمومی اعلان میکنی؟ اینا بی خیرش خند جور کردم و فیلم های سلیم شاهین جور شده از این رقم نمیشه. اگر کسی عفو عمومی اعلان میکنه، مردم افغانستان، حکومت افغانستان است که به قاتلا و به غلاما و مزدورای پاکستان عفو عمومی اعلان کنه. بعضن حکومت پیش شرط به خاطر محاکمه مجرمای جنگی ندارن، مخصوصا طالبا. اگر قرار باشه که یک نهاد یا یک دسته یک گروه بیاید جنگ بکنه در کشور و بعدش هم بیاید عفو برشان اعلان شوه، فکر نمیکنین که باز هم شک در آینده طالبا که در افغانستان میان وجود داره؟ این یک نگرانی است. به ما هم یک نگرانی جدی است. چند روز پیش من یک اعلامیه حقوق بشر هم دیدم، یک خانم خیلی فعال آمده و من خیلی خوشحال هستم که یک خانم فعال برس حقوق بشر آمده. در جایی که عدالت نباشه، در زندگی در تمام عمر شما اوجا صلح پایدار دریافت نمیتونید. عالی چی رقم است؟ یک دفعه یک متیار صاحب آمد 40 سال مردم را کشت، اون حالا 600 باریگار داریم، 200 میلیون بودجه گرفتم، گپ اضافه هم سر ما میزنه. باز طالب آمد کشت اون انس قانی رفتک. ما خلافی چیز است دیگه. باید به خاطر از اینکه یک آدم خیلی قاتل خوب است، یک گروه خیلی تروریستی خوب است، ترهگری خوب میکنه، انفجار خوب میکنه، ما به او زاری کنیم و بگوییم که بیا ما بهت امتیاز میشیم بش. بالای از این ما باید فکر کنیم. و ما گفتم این با عدالت نیست که من طالب میارم، حکمتیار صاحب میارم، چند قاتل دیگه شم میارم، امتیازات برش میتنم، ولی مردم بیگناه ما کشته شده او هیچ. به این خاطر به این موضوع ما مردم افغانستان باید به این فکر کنیم، به حکمت هم این چیز واضح کنیم، به حقوق بشر هم، به دوستای استراتژیک ما، که برای ما اصل مهم عدالت است. و که عدالت تامین شوه، او در او چوکات طالب هم بیارین بشنن بشانین، حکومت افغانستان هم بیارین در قالب بشانین، مجاهد هم بیارین، ما شما هم میریم میشیم، هر کسی غلطی کرد مطابق غلطیش باید امرش عدالت شود. شما فکر میکنین که اگر قرار باشه حکومت افغانستان به مجرمین جنگی مثلا طالبا یک حکم بده یا اونا را بخواه که محاکمه بکنه، طالبا حاضر میشن که بیاین روی میز مذاکره بشینن؟ من فکر میکنم که تا 20-30 سال آینده ای چیز امکان نداره. چون مهم به ما فعلا مصالحه است که کل گروپ ها بیان بشینن سر یک نظام کار کنیم، ما از محتاجی خارجی ها براییم. چون نظام ما شما میفهمید 19 سال عمر کردنی، 19 سال ما نه سر پای استاد کردیم و در این 19 سال ما نمیتونیم که هم وطن جور کنیم، هم اردو جور کنیم، هم پلیس جور کنیم، هم حقوق زن رعایت شه، هم حقوق بشر و هم کسایی که در جنایات جنگی دخیل بودن محاکمه شوند. این امکان نداره، این وقت میگیره و به این ما باید وقت بدیم. فعلا وقتش نیست. فعلا اگر ما بگیم که ما مذاکره نمیکنیم،
و بی کسایی که جنایت جنگی کردن باید محاکمه شوند. خود طالب تبل نمیه میگه کمرای ما چیکار چیکدی کمرای ما کردین والا شما میبینید که سیاستون افغانستان حکومت افغانستان متهم میکنه که والا اینا مانی صلح هستند. اگه این گپ برای خوب از بیخی میگه که والا این مردم خود صلح نمیخوای، مردم خود این وطن جنگ میخوای. به این خاطر من فکر میکنم که عدالت اجتماعی و در کل عدالت خیلی یک اصل مهم است، ولی به او ما باید یک 10 سال 20 سال الی 30 سال منتظر باشیم. پس قربانی که مردم دادن و کسایی که از مردم گرفته شده بدیلش برای مردم چی هست؟ ببینید من به این باور هستم که هم در این دنیا هم در اون دنیا انصاف و حساب میشه. یعنی خداوند در این دنیا میزنه در اون دنیا نمیمونه. کسی که با ملت خیانت کرده، کسی که با مردم خیانت کرده، کسی که مظلوم آزار داده، خدا به او حساب میکنه. بدون شک ما امروز حکومت ما این توان نداریم که به اونا حساب کنیم، ولی باید به این باور داشته باشیم که خدا امروز او حساب میکنه. یعنی اگر عدالت خیلی بزرگ کجا نه زور ترامپ میرسه، نه زور طالب میرسه، نه از ما خودت میرسه، و عدالت خداست. و دو جا ما به این باور هستم کجا انصاف میشه. بسیار تشکر. وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم. دوباره خوش آمدید. آقای استانگزای، در جریان صحبتهایتان متوجه شدم که از کشورهای همسایه خیلی ناراض بودین. بله. نقش خود کشورها را در مثلا پاکستان در این که طالبان را راضی بسازن بیاین به میز مذاکره بشن و کشورهای دیگه کمک کننده افغانستان که هستن، نقش اینا را چگونه ارزیابی میکنین؟ خب اول خب باید گفت که من از این ناراض نیستم، بدم میه. پاکستانی هم خیلی بدم میه، پنجابی و ایرانی هم خیلی بدم میه. با خاطر که 40 سال نی از وقتی که ما همسایه شدیم اینا در تخریب افغانستان بودن و باز خود بی‌شرفا مسلمان هم میگن و اگر بس اسلام بیای خب حق اول از همسایه است، ولی اینا جفای اول از حق همسایه کردن. بدون شک اگر دی دو همسایه کثیف ما منافق نمی بودن حالت افغانستان خیلی خوب می بود. خوب با خاطر که در این شک نیست که تاثیرات اینا در بس جغرافیا، در بس نزدیکی با ما، فرهنگای ما، زبان ما خیلی نزدیک هستند و به این اساس تاثیرشان بیشتر است. ولی ایران و پاکستان بیشترین وقت رو در تخریب افغانستان سپری میکنند. حالا تعهدی میبینین که بعضن پاکستان میگن که ما با طالبان مذاکره میکنیم؟ سر پاکستان باور کردن تو است که شما سر شیطان باور میکنین. دیگه این حالا باسی ارتباط با ما داره که ما سر شیطان باور میکنیم یا نمیکنیم. ایران از او کرده به بدتر. دیگه بس مایی است که پاکستان استراتژی عمیقشی است که افغانستان یا باید صوبه پنجم ما باشه یا باید تحت تاثیر ما باشه، که از دویش امکان نداره و در صورت آیسای میگه که امکان نداره افغانستان باید تخریب شود تا که اتو نشه که یک طرف هند بغل ما قوی باشه، یک طرف ایران قوی باشه و یک طرف افغانستان قوی و ما در بین آسیا بفتم و گندم ما رو تک تک شم. ترس پاکستان نیست. در حالی که پیام ما همیشه با پاکستانی ها این بوده که ما در وطن خودم صلح میخواییم، در وطن شما ما را میخواییم. ما مثل شما مردم کثیف نیستیم که به این خوش شویم که مردم شما بمره، پلچک شما خراب شد و دگه و دگه و دگه. ما فکر بشری و انسانی داریم، ولی باز جایی که دفاع از وطن میه و شما حمله دارین بالای وطن ما، در اونجا باز ما آرام نهی باشیم. و ما به این باور هستم که دوستی با ایران و با پاکستان نتیجه نداره. بهترین رایش این نیست که ما مت بسیار شجاعانه و قاطعانه و مردانه دشمنی هم رشم کنیم. بله. رهایی بعض از زندانی های که مربوط گروه حقانی بودن. بله. طالبا فکر میکنین که در تغییر دیدگاه طالبا به خاطر مذاکره با افغانستان و به خاطر ایجاد سال تغییر دیدگاه وارد کردن؟ نه بدبختانه نه. من به خاطر این مخالفت کردم، اگرچه من طرفدار حکومت هستم، ولی با این کار حکومت همون روز که اعلام شدن من مخالفت کردم، امروز هم مخالف هستم، فردا که اگر مامور حکومت هم باشم بازم مخالف هستم. دلیلش این است که اونا تغییر احساس نکردیم. یعنی اما صبحش سخنگوی طالب گفت که هیچ تاثیرات در بخش صلح نداره، ما مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان و با مردم افغانستان نمیکنیم. پس که نمیکنن با ضرور نبود که ناره ها شوند. قبلا گفته های وجود داشت که این سیتن به خاطر مذاکرات صلح افغانستان رها میشن. نه، به خاطر مذاکرات نشد. شما دیدین که دو پروفسور، یکی آمریکایی بود یکی استرالیایی بود، در بدل اونا رها شدن. به حکومت افغانستان و به مردم افغانستان واقعیت تمیز کنم فایده خاص نداشت. بله. پس
زمانی که انس حقانی گرفتار شده بود از جمله خطای سرخ حکومت افغانستان بود. اگر قرار باشه از خطوط سرخ بگذاریم، پس خطوط سرخ دیگه که حکومت افغانستان مثل جمهوریت و حفظ دستور 18 ساله داره، از اینا هم احتمالش هست که بگذرن؟ خب بس ما با حکومت هم که در این بس مخالفت داریم همیست. وقتی که مردم شما بالای شما اعتماد نداشته باشه، وقتی خدا نخواسته شما اعتبار مردم ضربه بزنین، باز داینده باور نمی باشه و وقتی که بین حکومت و مردم باور نباشه، خطر به نظام مواجه میشه. این مهم است. اول شما یک چیز خط سرخ قرار ندهین، که خط سرخ قرار میدهین در زو 100% باید دفاع شود. از این خاطر بحث ما این است که باید آینده ما خیر با الفاظی که استفاده میشه، سخنگوی های رئیس جمهور، خود رئیس جمهور و دوستای چهار طرف اراکین دیگر باید بفهمند که خط سرخ چیز، خط آبی چیز و خطوط دیگر چی است. این بسیار مهم است. گمان میکنین که حکومت موقت در افغانستان ایجاد شده؟ بدبختانه تلاش جریان داره. تلاش به این جریان داره که مثل کنفرانس بن یا کنفرانس دیگه دایر شوه و در او همه باشن و باز یک رئیس جمهور دیگه انتخاب شوه به یک دوره موقت و او رئیس جمهور باز خوده به دوره بعدی انتخاب نکنه به شرطی. این کار تلاش داره. ولی بس ما ای از خود که وقت حال مردم 100 چند میلیون دلار مصرف کردیم در خیلی شرایط سخت، اول من خودم، خانم و مادرم، اینا برای من رای دادن، پس این رای مردم چی است؟ من چند روز پیش با یکی از خارجی ها شده بودم، یکی از دیپلمات ها، اونا به من گفتن که ولی در انتخابات خب رای خیلی کم استفاده شده، به کدام اساسی رو مشروعیت میتین شما؟ جواب ما برشانی بود، من افتم وقتی که جان کیری آمد که یک امریکایی است، 5 سال دو رهبر مشروعیت داد که حکومت کنه، آیا 1 میلیون افغان کرای داده اونا مشروعیت دادن نمیتونه برای رهبرای خود؟ این بحث خیلی مهم است. امیر خارجی حال ما کم گرفته که مشروعیت او بیا در حالی که جان کیری میای دو رهبر ما را مشروعیت 5 ساله میتا، آیا مردم افغانستان 1 میلیون مردم یا 1.5 میلیونی حق نداره که مشروعیت بده؟ یقینا داده میتونه. پس مهمی است وقتی که ما انتخابات داشتیم و همه چیز بایومتریک است، معلوم است، خوش ما نتیجه انتخابات معلوم کنیم. چرا باید برنامه ایسای ما پیش بریم؟ برنامه موقت حکومت، حکومت موقت شما لایا داشته باشین، از عمران خان صدا برآمد، بعد نجات مر صاحب نفر دوم بود که حمایت کرد، باز دکتر صاحب عبدالله بود، باز حکمتیار صاحب بود، اینا مت مو چینل پاکستانی یک به یک از این حمایت میکردن، دو ماه سیم آباد وقت فهمی دادن یا یک ماه وقت فهمی دادن یا برنامه پاکستان که از کس فکر نمی کنه پاکستان به خیر ما فکر میکنه، با سو آدم خیلی احمق است. به طبق افتیدن نتایج انتخابات چگونه بررسی میکنین که واقعا نظام و کمیسیونای انتخاباتی را زیر سوال نمیبرم؟ زیر سوال به خاطر ازی میبرن. اول خودم این کمیسیون من ظرفیت نمیبینم، از اون اول هم که اینا انتخاب شدن، از رئیس سایبایش تا مون سایبایش تا کمیشنر سایبا، در این کمیسیون این ظرفیت هم ما نمیدیدیم از اون اول که اینا این انتخابات و بحران انتخاباتی را مدیریت کنن. حالا یک اشاره چند میلیون رای استفاده شده، خوب است که ما 5-6 میلیون نبر آمدیم. اگر 5-6 میلیون یا 10 میلیون رای استفاده میشه، شاید 5 سال دیگه اینا وقت نگرفتن تا که نتیجه رو به مردم نشان میدادن و نتیجه معلوم است. تو نیست که نتیجه معلوم نیست، نتیجه معلوم است. خو یک کاندید شلگی میکنه، مثل که من به شما گفتم در 2014 شلگی کرد که در حکومت باشه، در 2009 شلگی کرد که در حکومت باشه، حالا در 2019 باز همین شلگی رو داره که در حکومت باشه و سنه نبره. اگر نه دکتر صاحب عبدالله و تیمش خیلی خوب میفهمه که ما باختیم، ولی شلگی به خاطر این نیست که باز یک کنج یک گوشه حکومت برش بده. در 2014 شاید گپاش به یاد شما باشه چه قدر جدی بود، گفت که یک روز هم حکومت اشرف غنی و تقلبی را قبول نداریم. 5 سال هر روز آرایش کرده و بهترین دریشی را پوشیده میرفت حکومت میکرد. دیگه اگر به حال این مردم ما باز اعتماد میکنیم، باز مردم ما میگیم که برای این مظاهره از وطن به بحران میبریم، خب این مردم ما باید تازه شناخته باشیم. بله. و من هست سوال اخیری که نقش جوانان را چگونه ارزیابی میکنین که باید چقدر برشان نقش داده شود در روند ملی سال؟ ما فکر میکنم که بحث دموکراسی بحث رای دهی است، بحث اکثریت و اقلیت است و در این وطن 70% ماستیم، یعنی اکثریت ماستیم، یعنی اکثریت خیلی بزرگ، ولی نادیده گرفته شده. از رئیس جمهور ما باید تشکری کنم که 5 سال حکومت اونها یک کار خوب کی کردن که به جوانان چانس دادن، ولی کفایت نمیکنه. بیشتر جوانان جوانای غریبی بود که آمدن و این وطن نمیشناختن و به جای اینکه خوب کنن خراب کردن. ولی خواهش من از حکومت افغانستان، از رئیس جمهور افغانستان این است که به 5 سال آینده بخیر جوانایی که در وطن بودن، جوانایی که وطن میشناسن، در این وطن تغذیه شدن، درد این وطن میفهمن، تحصیلات هم دارن،
از اونا باید استفاده درست شوه و در مسائل ملی و فراملی نه تنها که از ما مشوره گرفته شوه، بلکه در میز تصمیم گیری ما باشیم و ما به نمایندگی نسل خود و نسل‌های آینده باید شامل باشیم. خیلی ممنونتون آقای ادریس سانکزای، رئیس روند جهان از یک برنامه آمدین. تشکر. و ممنون از همیشه بینندگان عزیز هم که تا این دم همراه من بودین. تا درود دیگر، بدرود.